عرض سلام و تقدیم ارادت به بخش دیگری از تشریح آیه بسیار مهم آیت الکرسی، آیه 255 از سوره دوم قرآن میپردازیم. به این بخش از این آیه رسیدیم که وسع کرسیت و سماوات و الارض، وسعت میدهد کرسی سماوات و ارض را. و در مورد وسعت، در مورد کرسی، در مورد سماوات و ارض توضیحات مختصری داده شد. آنچه که فعل و انفعال و عمل و عکس العمل، استحاله از قوه به فعل و هر تعامل و هر تبادل و هر تطور و هر تحول و هر تغییر و تفاوتی که در هستی قابلیت امکان و وقوع حاصل می کند، تابع قانون امر کل و کل امر است. تکرار میکنم، آنچه که فعل و انفعال، عمل و عکس العمل، استحاله از قوه به فعل و هر تعامل و هر تبادل و هر تطور، یعنی از طوری به طور دیگر شدن، و هر تحول، از حالی به حالی شدن، و هر تفاوت و هر تغییر که در هستی قابلیت امکان داشته باشد، قابلیت وقوع داشته باشد، امکان و احتمال انجام و وقوع داشته باشد، جمع کل همه اینها تابع قانون امر کل و کل امر است، یعنی یک قانون واحد که در دل خودش زمان و مکان رو داره. عالم ممکنات با اون یک قانون واحد اداره میشه و به اون قانون واحد که بر احاطه زمان و مکان قرار داره. اینی که دیگه معنا نداره بگیم که پارسال یا امسال یا دو سال دیگه، زمان در دلشه، در دل اون قانونه، مکان هم در دل اون قانونه. در این قانونی که زمان و مکان رو در دل خودش گرفته، هر احتمالی که قابلیت وقوع داشته باشه، هر احتمالی که امکان وقوع داشته باشه و هر وقوعی که احتمال وقوع داشته باشه، اگر چیزی احتمال و امکان وجودی نداره که نداره، قانون هم نداره چون خودش وجود نداره، اما هر چیزی که قابلیت وقوع و وجود داشته باشه، چه تعامل باشه، داد و ستد باشه، چه تبادل باشه، رد و بدل کردن باشه، چه تأثیر متقابل باشه، چه تعامل متقابل باشه، چه ایجاد تفاوت باشه، چه تطور باشه، از طوری به طوری دیگر رسیده باشه، چه مراتبش تغییر بکنه، چه فعل و انفعالی بشه، ترکیبات بشه، تجزیه بشه، عمل و عکس العمل ایجاد بشه، استحاله بشه، از قوه به فعل برسه، از فعل به قوه برسه، از انرژی به ماده برسه، از ماده به انرژی برسه، فعل و قوه منظور اون است، کل این امکانات و کل این وقایع و کل این تعاملات
در یک دایره‌ای به نام دایره کل انجام می شود که یک قانون واحد شامل بر همه این تحولات و تغییرات و امکانات و تحولات است. و این قانون واحد در بیان قرآن کرسی نام داره. در این آیه میگوید وسع کرسیت السماوات والارض، وسعت میدهد کرسی عالم ممکنات رو، تغییر نمی کند. هرچه عالم هستی و عالم ممکنات بزرگتر میشه، این قانونی هم که این رو شامل شده با خودش بزرگتر میشه. یعنی قانون وسعت کرسی هم یک قانونه که در دل همین قانون قرار داره. ولی در همه جا وحدت قانون مورد نظره که چند قانون وجود نداره. یک قانون، یک شمول و بی نهایت قدر در این قانون وجود داره. یعنی این قانون واحد درش مقدورات ذرات هستی در گذشته، در حال و در آینده در دل این قانون قرار داره که هر ذره‌ای چه مقدوری باید داشته باشه. یعنی تک تک ذرات هر کدام هم دارای مقدار هستند، هم دارای قدرت هستند، هم قدر دارند هم مقدار دارند، که مجموعه این دوتا، یعنی مجموعه قدر به قدرت میگیم، به توان و امکان میگیم، مقدار به اندازه میگیم، به محدودیت میگیم، به شکل و به نحوه آفرینش میگیم، به مرتبه آفرینش میگیم. قدر و مقدار اینها با هم ترکیب میشن، مقدور یک شیء رو بنا میکنند. مجموعه این قدر و مقدار که مقدور رو تشکیل میده در ذرات، برای هر ذره ای یک مقدور خاصی وجود داره که مجموعه این مقدورات در یک امری به نام کرسی قرار داره که در حال وسعت پیدا کردنه. یعنی بر عالم ممکنات که در حال وسعت پیدا کردن هست، این کرسی بر عالم هستی حاکمیت قانونی میکنه و شمول قانونی داره و این کلیت شامل سماوات و ارض میشه. یعنی اون چه که هستی وجود داره، وسع کرسیه شامل حال اونها هم می شود. به بیان مختصر و اجمال، کرسی جایگاه و مقر صدور و ایجاد نزول قدر کل مطلق هستی در شکل نظام و قانون عالم ممکنات است. واسع به معنای شامل شونده و مشمول کننده و در برگیرنده و محاط کننده و در محیط باقی ماندن و احاطه کردن است. وسعت می دهد کرسی خود را، و یا کرسی او وسعت دارد، و یا کرسی او شامل می شود و احاطه می کند زمین و آسمان را، آسمان ها را، عالم ممکنات را. و هیچ هستی نیست که هستی باشد و تابع و محاط و تسلیم و مجبور و مقهور کرسی و یا قانون و یا ضابطه هستی و یا کل امر واحد نباشد. اساساً امر واحد و یا قدر کل مطلق هم در ایجاد و هم در ادامه، هم در بقای هستی، از کرسی و یا از ارک و یا از عرش دریافت قانون می کند. یعنی عرش یا کرسی
در واقع قانون مقدور و قانون مقدار و قانون قدر، هم قانون اندازه هم قانون امکان برای ذرات هستی است که باز هم تکرار میکنم یک قانون واحد بیشتر نیست، چون در سوره قدر را میگوید کل امر. پس الله زنده و پایدار و پایدار سازنده است و هرگز نه خسته و نه فرسوده و نه هرگز در خواب فرو می رود. کل عالم هستی مملوک و متعلق به اوست. هیچ کس را یارای اتحاد در تقاضا و دعا نزد او نیست مگر آنکه این تعاون و این اتحاد تابع قانون او و مجاز از سوی قانون واحد او باشد. یعنی بر میخوریم به همین کرسی و این کرسی شامل حال همه ما میشود و اون چه که ما در قالب جسم و شیء انجام میدهیم بایستی که تابع قانون واحدی باشد که در کرسی است. اصلا خود این کرسی همون قانون کل شامل است. آنچه را در عالم ظاهر و باطن، غیب و حاضر، معلوم و مجهول انسان است، علم خدا شامل آن می شود. خدا عالم بر آن علوم است و از اونها آگاه است. علم هیچ کس بر علم خدا احاطه نمی کند و همه علم ها محاط در محیط علم خداست و علم و ادراک خلق تابع قانون خداست. شمول و احاطه و کمال و کفایت قانون قهر و جبر را در خلقت و در دوام خلقت، در ایجاد حیات و در ادامه حیات و هستی خدا خلقت کرد و تابع امر واحد کل واحد قرار داد. حفظ عرش و کرسی عرش بر او دشوار نیست و نیازمند نیست و اوست که علی است و اوست که ما فوق هر ارتفاع در بعد ماده و معناست و اوست که عظیم است و کل است و شامل است و همه هستی در دل اوست، هم خالق هستی از طریق قانون و کرسی است و هم حافظ و نگهدارنده مخلوق تابع کرسی است، هم خالق قانون است و هم مجری قانون است و هم حافظ قانون است. قانون منظور قانون نظام طبیعت و نظام هستی است. توضیح بیشتر در باب آیت الکرسی را به نشستی دیگر وام می‌گذاریم. اما مختصرا اشاره می‌کنم که کرسی عبارت از مرکز و منشأ صدور قوانین قهری و طبیعی برای ایجاد هستی و برای ایجاد ماهیت و برای ایجاد خاصیت و برای ایجاد صفت و قوه و فعل و توان و امکان و استعداد در هستی و بالاتر از همه قانون واحد و شامل رابطه اجزاء هستی با اجزاء هستی در کل هستی است. به عبارت دیگر هستی هستی نمی شود مگر آن که در دل قانون و مقدور هستی متولد بشود و موجودیت یابد. قانون هستی در تشبیه به رحم بطن مادری میماند که حیات طبیعی جسمانی و حیات فوق ماده و معنوی طفل در آن ایجاد می شود و خارج از شرایط رحم تولد در واقع مستقل پیدا می کند. اما طفل یا
موجود انسانی زنده نمیتواند که خارج از رحم و خارج از تحویل و تحولات و تعاملاتی که در رحم انجام میشود دارای موجودیت و دارای استقلال بشود. استقلال پیدا میکند، اما برای اینکه استقلال پیدا بکند و یک انسان مستقل بشود و خارج از رحم بشود باید در داخل رحم بوده باشد تا بتواند از اون خارج بشود. یعنی این حرکت جبری در تحول و در تکامل بخشی از قانون واحد کل امر است. کرسی رحم کارخانه ایجاد هستی است و هستی در کارخانه هستی هم دارای امکان است و هم محکوم به حکم قهر، یعنی اجزاء هستی در کثرت تابع قانون وحدت هستند. قانون واحد شامل کل است و هستی در حد آنچه قادر قدیر مقدور کرده است هم موجود و هم مشمول می شود. آرزو داشتم که ای کاش هم توان بیشتر داشتم، هم سواد بیشتر داشتم و می توانستم که در این فرصتی که فراهم شده بدهی خودم رو بیشتر به قرآن تقدیم کنم. ولی به همین جا در مورد این آیه حیرت آور و شکوهمند قرآن صحبت رو بسنده می کنم و از شما دعوت می کنم که به آیه بعدی سفر کنید. آیه شماره 256 تحت عنوان اصل آزادی عقیده در اسلام که این آیه رو با هم شروع میکنیم و امیدوارم که بعد کافی از عنایات این آیات برخوردار بشویم. به طوری که معمول هست من یک بار از روی این آیه با لغات مقطع عبور می کنم و شما نور چشمان می توانید که متن آیه رو به عربی بشنوید، بعد به فارسی بشنوید و ترجمه نوشته او رو بالای لغات ببینید. یک بار تک تک از روی آیه عبور می کنیم. به پایان که رسیدیم دوست عزیز ما در اتاق فرمان همه آیه رو با صدای تجوید برای شما پخش میکنن به زبان اصلی عربی. لا لا یعنی نیست، وجود ندارد. اکراها هیچ نوع اکراهی، حالا بعدن معنی میکنیم اکراه رو، یعنی هیچ نوع زور و هیچ نوع فشار و هیچ نوع تحمل و هیچ نوع نفرت و اجباری نیست. لا اکراه هیچ نوع اجباری نیست. بی 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 این صدای این دستگاه گاهی از اوقاتی کمی باعث ناراحتی رو فراهم میکنه. اجازه بفرمایید. میفرمایند که فی در فی الدینی الدینی هیچ اکراه و هیچ اجباری در دین، یعنی در ارتباط با پذیرش دین وجود نداره. قد به تحقیق و قطعا تبین مشخص خواهد بود، واضح خواهد شد، آشکار خواهد بود. الرشد
راه صحیح، مسیر درست و صحیح از مینه الغی، از مسیر غلط و رشد چیزی که به کمال رسیده و به صحت و کمال رسیده، صحت و کمال از اشتباه و خطا میتواند که یعنی کاملا قابل تشخیص است و کاملا مشخص و آشکار است. فمن، و هر کسی که یکفر، کفر بورزد، بطاغوتی، هر کسی که کفر بورزد به مقدسات دروغ، هر کسی که کفر بورزد به آنچه در مقابل مقدس واقعی طغیان کرده است و در طغیان تقدس رو اشغال کرده و خودش رو در مقام تقدس قرار داده، و هر کس در مقابل تقدس جعلی، در واقع طغیان به تقدس اصیل، و یؤمن، و باورمندان، بالله، به الله، فقدی، بنابراین به طور قطع و یقین، استمسک، برگیرد و در واقع به دست بیاورد، بالعروتی، به دست بیاورد با دست خود، مشت پری، دست پری رو به دست بیاورد، الوثقا، به شدت و به حدت و با استحکام در دست بگیرد، لا انتصام، نخواهد پاره شدن، نخواهد گسستن، گسسته نمی شود، لها، برای او، والله، و الله است، سمیع، شنونده، سمیع، علیم. در بعضی از جاها میبینید که سمیع و علیم هست، در بعضی جاها هست که سمیع علیم هست، در بعضی از جملات میبینید که علیم صفت مضاعف بر سمیع است، سمیع علیم، مثل این آیه‌ای که ملاحظه میکنید که خداوند سمیعی است که در سمع دارای علم است، و علم سمیع و علم سمع رو قابلیت تسری میبخشد که در مورد اون صحبت خواهیم کرد. اتاق فرمان این آیه رو یک بار پخش بکنید. لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. با عرض سلام مجدد، در آیه شماره 255 معروف به آیت الکرسی که در خدمت شما مطالبی در اون زمینه اظهار شد، در ارتباط با خلقت اشاره به کرسی، و در سوره قدر در همین موضوع اشاره به قدر واحد و امر واحد شده بود که در هر دو مورد اشاره به یک موضوع مهم می شود و آن شمول و احاطه
یک امر واحد بر مراتب وجودی آن امر واحد است. امر واحد امری است که در عین واحد بودن و در عین وحدت دارای کلیت و دارای شمول است، یعنی هم واحد است، هم شامل است، هم کل است و هم مفرد. این امر واحد و این قهر واحد در واقع که قاهر و واحد هست و این قدر واحد نقشبند و ایجاد کننده کثرت هستی در تجلیات، در صفات، در مراتب وجود، در ماهیات و در خواص است. امر واحد کل و کل او، یعنی کل امر واحد، هم قانون خلقت است و هم خلقت، و نوعاً خلقت نوع قانون است و هم کل امر و هم کل هستی رو در واقع مشمول قانون کل امر می کند و هم کل امر شامل قانون حفاظت بر امر خلقت است که هم قانون است و هم قانون می سازد و هم ایجاد کننده کرسی و یا مرکز اداری نظام هستی است. و مهم این است که خود همین کرسی با همه مشخصاتی که درباره اون ذکر شد، خود همین کرسی در واقع یک قانونه، یعنی خود این کرسی هم مخلوق خلقت حق است و خود این کرسی هم مقدوری است که قدر او به وسیله حضرت حق مقدور شده است. در آیه 256 مبحث جدیدی آغاز می شود که قانون خلق قانون در ارتباط با مقدورات مختار انسان مطرح می شود و از این مقدورات اختیاری در مقابل قانون قهری سخن می گوید و از این مقدورات اختیاری در موضوع اختیار و مسئولیت و اصل هدایت بر اساس اصل مسئولیت ناشی از اختیار سخن می‌راند و به موضوع هدایت برای درک مسئولیت به عنوان دین اختیاری اشاره می‌کند و یا به عبارت دیگر موضوع هدایت در مقابل مسئولیت ناشی از اختیار، یک امر حیاتی و یک موضوع الزامی و ضروری اعلام می شود. شاید مطالب رو اینطور اگر که ذکر بکنیم درک اون آسان تر باشد. در آیه‌ای که در پیش داریم مقدورات انسان، یعنی اختیارات انسان، امکانات انسان، مقدوراتی که به انسان داده شده، مقدور هم جمع مقدار هست هم جمع قدر هست. قدر امکانات ماست، مقدار محدودیت های ماست. یعنی وقتی که خدا به ما یک قدر میبخشه، این قدر مقدوره، معینه، قدر مطلق نیست که اصلا نهایت نداشته باشه، یک میزانی داره. این قدر معین امکان ما رو میده، قدرت ما رو نشان میده و معین و محدوده. در مقابل این قدرتی که خدا به ما میده، یک مقدار به ما میده
اون مقدار موجودیت ما رو میشناسه، شناسنامه ما رو معین میکنه و اندازه ما رو معین میکنه. یعنی این قدر، قدر مقدور در مقدار اندازه گیری میشه. مقدار این قدر رو مقدور مینامند و مجموعه اینها رو قدری مینامند که به انسان یا به هر موجود دیگری داده میشه. در این آیه ارتباط مقدور انسان با مختار انسان، با مسئولیت انسان مطرح می شود. یعنی سه موضوع و سه عامل در این آیه وجود دارد که مقدورات ما چیست، اختیارات ما چیست، مسئولیت ما چیست. مقدورات ما چیست، اختیارات ما چیست، یا امکانات ما چیست. امکانات ما چیست، اختیارات ما چیست، مسئولیت های ما چیست. امکان، اختیار و مسئولیت، این سه موضوع موضوعات اصلی است که در این آیه مطرح می شود و مثل همه آیه های قرآن باید با در کمال صداقت بگویم که یکی از مهمترین و اساسی ترین آیه های قرآن است و تا به حال من به آیه‌ای بر نخوردم در قرآن که این مشخصات رو نداشته باشه. موضوعی که در این آیه مطرح می شود برای اینکه در ذهن ما جا بگیرد، موضوع امکان، اختیار و مسئولیت است که ما از این مقدورات که هم برای ما اختیار ایجاد می کند، هم امکان ایجاد می کند، هم مسئولیت ایجاد می کند و هم در یک جایی ما رو تابع یک جبری می کند. یعنی مقدورات ما اونجا که به پایان میرسد، ما به پایان نمیرسیم، ولی مقدورات ما در یک جایی به پایان میرسد، اونجا قهر آغاز میشود. قهر به معنای رابطه ایموشنال یا رابطه غریزی در قهر و آشتی و اینها نیست. قهر معنی دیگری میدهد. قهر به معنای چیره شدن و مسلط شدن و بدون در نظر گرفتن امکان و اختیار ایجاد تأثیر و تحول کردن. یعنی وقتی یک نیروی قاهر هست، این نیروی قاهر در مقابل اختیار قرار میگیره و اختیار رو کاملا خونسا میکنه. از اون نظر میگوییم قاهر و قهر، یعنی که نیرویی است که از جبر برمیخیزه و جبر قاهر هست. جبری است که روی اختیار وقتی قرار میگیره اختیار رو مزمحل میکنه، مثل این که اختیار وجود نداشته و بی اختیار میکنه و راه رو باز میکنه برای جبر که جباریت خودش رو انجام بده. در واقع پیشتاز جبر قهر هست که وقتی که قاهر حرکت میکنه تسلطش رو انجام میده، کاملا محیط رو آماده میکنه برای قهر، برای جبر که بتواند جباریت خودش رو تحمیل یا اعمال بکند. مقدورات ما در یک جایی به پایان میرسه، امکانات ما در یک جایی به پایان میرسه، اختیارات ما در یک جایی به پایان میرسه، ما به پایان نمیرسیم. اون جایی که مقدورات ما به سرحد وجودی خودش میرسه، اونجا قهر آغاز میشه. بنابراین قهر و جبر در کنار امکان و اختیار قرار دارند، همسایه هم هستند در وجود انسان که ما در تعاملات و در تبادلاتی که با هستی داریم تابع یکی از این دو نیرو هستیم، یا تابع اختیار هستیم که در خودش امکان و مقدورات داره، یا تابع جبر هستیم که در خودش قهر داره، چیرگی و تسلط داره. یعنی فعلیت جبری فعلیتی است که از قهر برمیخیزه، فعلیت اختیاری فعلیتی است که از امکان برمیخیزه.
و در بین این مختار بودن، در بین این اختیار و در بین جبر، یا در بین امکان و قهر که اینها در مقابل هم قرار دارن، یک شاهینی در وسط این ترازو وجود داره به نام مسئولیت. که مسئولیت کجا آغاز میشه و مسئولیت کجا تمام میشه و اصلا مسئولیت چه اهمیتی داره؟ اهمیت مسئولیت این است که مسئولیت جایی قرار داره که امکان و اختیار قرار داشته باشه. اگر جایی امکان نداشته باشیم ما و اگر جایی اختیار در اونجا نباشه، مسئولیت نمیتواند در اونجا وجود داشته باشد. مسئولیت فرزند ازدواج و ترکیب امکان و اختیاره. ولی که امکان و اختیار با هم ترکیب میشن، یک فرزندی از اینها زاییده میشه که اسم این فرزند مسئولیته. هر کجا که شما مسئولیت میبینید در قرآن، که خود مسئولیت پایه پاداش و پایه مکافاته، یعنی ساختمان تربیتی قرآن که بر مبنای مکافات و بر مبنای مجازات و بر مبنای پاداش ساخته شده، بنای قرآنی، بنای ساختمان تربیت و هدایت قرآنی که بر این اصول ساخته شده، اینها روی بام مسئولیت سوار هستند. یعنی ما به جهت این که مسئولیت داریم پاداش دریافت میکنیم، مجازات دریافت میکنیم، مکافات دریافت میکنیم، تنبیه میشویم. اصل تنبیه و تشویق بر اساس وجود مسئولیت است و اصل وجود و موجودیت مسئولیت بر اساس وجود اختیار و امکان است. جایی که امکان و اختیار به هستی خودشون پایان میدن یا به نهایت هستی خودشون میرسن، یعنی امکان در جایی که به پایان میرسه، طبعا اختیار هم به پایان میرسه. اگر امکان به نهایت مقدور خودش رسید، همونجا اختیار هم میفته و ساقط میشه، دیگه اختیاری وجود نداره. اختیار مبنا و پایه ساختمانی است به نام مسئولیت. یعنی ما اگر این ساختمان رو بخوایم در ذهنمون مجسم بکنیم، آرزو میکنم که کاش ما امکانات مالی میداشتیم و میتوانستیم که از یکی دو تا ادیتور استفاده کنیم و این صحبت ها که میشود و فهمش تا حدودی مشکل است، میتوانستیم اینها رو با تصویر و نقاشی و نشان دادن این فعل و انفعالات در حالت شکل و تصویر و حرکت، خیلی خیلی فهم اینها آسان‌تر میشد و شیرین‌تر میشد. ولی متاسفانه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل و امکانات ما همین است که ملاحظه میکنید. با ما بسازید. اگر یک ساختمانی رو در ذهنتون مجسم بکنید که طبقه اول این ساختمان مقدورات باشه، طبقه دوم این ساختمان امکان باشه، طبقه سوم این ساختمان اختیار باشه، طبقه چهارم این ساختمان مسئولیت باشه، طبقه پنجم این ساختمان هدایت باشه، طبقه ششم این ساختمان مکافات و یا پاداش باشه، طبقه هفتم این ساختمان قهر باشه، طبقه هشتم این ساختمان جبر باشه، اون وقت ما رابطه خودمون رو با هستی، با خدا، با قیامت، با بهشت، با جهنم، با هدایت، با گمراهی، با ضلالت، با همه اینها تشخیص میدهیم. اگر ما این فرمول رو بتوانیم که در ذهنمون تجسم ببخشیم، ما باید دارای مقدورات باشیم و هستیم. مقدورات ما یک محدوده‌ای داره، یک سر و تهی داره، یک جایی شروع میشه، یک جایی تمام میشه.
در اون قسمتی که ما مقدورات داریم امکانات داریم، یعنی مقدورات ما به امکانات تبدیل میشه. امکانات ما پایه و اساس اختیارات ما هستند. امکان و اختیار هم پایه هم هستند و هم پایه مسئولیت هستند. ما چون مسئولیت داریم باید حتما امکان و اختیار داشته باشیم. اولا که امکان باید داشته باشیم. یعنی چه؟ یعنی قدرت داشته باشیم که فرض بفرمایید از این کوه بریم بالا. این رو میگیم امکان. اختیار هم باید داشته باشیم که اگر خواستیم از این کوه بالا برویم، اگر خواستیم بالا نرویم. بر اساس این امکان و اختیار ما دارای مسئولیت هم میشویم طبعا، که مثلا اگر از کوه بالا رفتیم به ملک دیگری تجاوز کردیم، چون هم دارای امکان بودیم هم دارای اختیار بودیم. مثلا حیوانات دارای امکان هستند ولی لزوما دارای اختیار نیستند. مثلا یک مار دارای امکان نیش زدن هست، اما امکان به اون حالی که امکان در انسان وجود داره، اختیار به اون حالتی که در انسان وجود داره، در مار وجود ممکنه نداشته باشه. یعنی ممکنه که عمل نیش زدن مار یک امر غریزی و عکس العمل باشه، ممکنه که انفعالی باشه، اختیاری نباشه. اما در مورد انسان امکانی که داره، امکان داره که به این شخص تجاوز کنه، امکان داره که تجاوز نکنه. امکانش رو داره، امکان تجاوز داره، قدرت این کار رو داره، اختیار هم داره، ولی مجبور نیست که این کار رو بکنه. نقش جبر در اینجا نیست، الان نقش اختیار در اینجا هست. میتواند که این کار رو انجام بدهد، میتواند انجام ندهد. پس در درجه اول امکان لازمه، امکان روی شانه مقدورات سواره. بعد از اینکه ما امکانات داشتیم باید اختیار داشته باشیم تا اون امکان به کار گرفته بشه یا به کار گرفته نشه. اختیار ما فعلیتی رو باعث میشه که اون فعلیت مورد مسئولیت ماست و مورد قضاوت قرار میگیره، که این فعلی که تو بر اساس امکان و اختیار و مقدور انجام دادی، این فعلی که انجام داده ای چه مسئولیتی برای تو ایجاد میکند. اون وقت بخش هدایت در اینجا مطرح میشود، که در هدایت به ما گفتند که اگر چنین کردی چنین میشود، چنان کردی چنان میشود. این رو ما میدانیم و اختیار هم داریم که کدام راه رو انتخاب کنیم. راه رو هم میشناسیم چون هدایت شدیم. بنابراین مسئولیت بعد از این برای ما روی ساختمان ایجاد میشود که درش هدایت هست، مقدوریت هست، مسئولیت هست، اختیار هست، امکان هست. اون وقت مسئولیت ما که پایه مکافات و پاداش ماست روی شانه اختیار سواره. این دوتا عامل و ستونهای اصلی این ساختمان هستند. ما اگر که اختیار رو برداریم، حتی اگر امکان هم سر جاش باقی بمانه، مقدورات هم سر جاش باقی بمانه، این ساختمان طبقه اول و دومش ساخته شده، هم مقدورات وجود داره هم امکانات وجود داره، ولی اگر طبقه سوم رو خارج بکنیم، اختیار رو خارج بکنیم، طبقات بعدی همه فرو می‌ریزند. یعنی چیزی به نام هدایت ارزش نداره، چیزی به نام مسئولیت وجود خارجی نداره، چیزی به نام مجازات و مکافات توجیه نمیشه و این ساختمان دو طبقه باقی میمانه، که بقیه ستون ها به شکل بسیار بدشکل، ناساخته و نیمه مخروبه باقی میمانند. مقدوراتی وجود دارد و امکاناتی وجود دارد و سلام.
اختیار در طبقه سوم بنای تعامل در جامعه به صورت تعامل کامل، طبقه سوم ساختمانی است که این ساختمان روی طبقه اول که مقدورات است، طبقه دوم که امکانات است و طبقه سوم که اختیارات است. روی این اختیار هدایت و روی این هدایت مسئولیت و روی این مسئولیت تشویق یا تنبیه قرار داره. و اگر ما تشویق و تنبیه یعنی همه بهشت جهنم تنبیهات دی هر چه که بعد از این می آید در طبقه بعدی قرار دارد. این است که وقتی که طبقه سوم که اختیار است خراب بشود و حذف بشود از این ساختمان خارج بشود، تا طبقه دوم همه طبقات بالا فرو می ریزد و چیزی به جا نمی ماند. این آیه در این باره و در این ساختمان سخن می گوید. بنابراین در ارتباط ما مقدورات مختار انسان این آیه مطرح می شود و از این مقدورات اختیاری در مقابل قانون قهری سخن می گوید و موضوع اختیار و مسئولیت و اصل هدایت بر اساس اصل مسئولیت ناشی از اختیار مطرح می شود و به موضوع هدایت برای درک مسئولیت به عنوان دین اختیاری اشاره می کند و یا به عبارتی دیگر موضوع هدایت در مقابل مسئولیت ناشی از اختیار یک امر حیاتی و الزامی و ضروری اعلام می شود. ولیکن قبول هدایت برای درک مسئولیت و ارضاء مسئولیت یک امر مجاز و اختیاری اعلام می شود. تعلم و آموزش یاد گرفتن و در عین حال اختیار بشر حتی در قبال هدایت کاملا به اختیار واگذار شده است. یعنی بشر اختیار دارد که تعلیم بپذیرد یا نپذیرد، آموزش بپذیرد یا نپذیرد، هدایت بشود یا نشود. من نمیخواهم هدایت بشود. این اختیار به انسان داده شده و این امکان به انسان داده شده و این مقدور به انسان داده شده. من نمیخواهم یاد بگیرم. یاد بگیر هدایت بشم. نمیخواهم هدایت بشم. میخواهم گمراه بمانم. هیچ کس نیست که کستر باشد و هیچ آدمی نیست که آدم تر باشد، از نظر حقوق عرض میکنم، که بتواند به این آدم بگوید که نه تو باید یاد بگیری. هیچ کس نمیتواند به کسی حکم کند که تو باید خوب بشوی، بهتر بشوی، بالاتر بشوی، درس بخوانی که آدم بشوی. من راجع به تربیت کودکان اینها صحبت نمی کنم. من راجع به حقوق اجتماعی صحبت می کنم که کسی بگوید من چون بیشتر از تو درس خواندم شلاق به دست میگیرم و اگر تو زنا کردی تو رو شلاق میزنم، من چون بیشتر از تو درس خواندم تو رو مجبور میکنم که صدای اذان که بلند شد نماز بخوانی. این رو عرض میکنم، ما چنین آدمی رو در قرآن نداریم و خدا چنین آدمی رو خلقت نکرده که بر آدم دیگه توافق داشته باشه. شما شنیدید که اکثر ما میگوییم که آقا اسلام از بین رفت، مگه ما اجازه میدیم که اسلام از بین بره؟ مگه ما مردیم؟ مگه ما اینطور شدیم؟ مگه ما اونطور شدیم؟ چرا؟ برای اینکه کسانی که پا جای پای خدا گذاشتن و به ما تجاوز کردند ما رو تجاوزگر بار آوردن، ما رو متجاوز بار آوردن. چون به ما تجاوز شده ما هم به دیگران تجاوز میکنیم. شما میبینید که امروز در این بحث‌های روانشناسی که میکنند این تلویزیون‌ها، ما هم بعضی وقت‌ها مجبور میشویم که بشنویم و بالاخره یاد بگیریم.
تقریبا بیشتر کسانی که بیشتر پسر بچه ها که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، اینها در سنین بزرگی خودشون به همون شکل متجاوز می شن و دختر بچه هایی که در جوانی مورد تجاوز قرار می گیرند یا در طفولیت مورد تجاوز قرار می گیرند، اینها به دو دست تقسیم میشن، یا اینکه اینها هم جنس باز میشن و یا اینکه اینها به مردها خیانت میکنند در حد وفور، و قصدشون هم از این کار این نیست که خودشون لذتی ببرند، این است که برای مرد ایجاد شکنجه و ایجاد حقارت به ایجاد بدبختی بکنند و میکنند. ما اون کسانی هستیم که مورد تجاوز مکرر قرار گرفتیم در مورد حق و در مورد اختیاراتی که خدا به ما داده. این است که وقتی ما بزرگ میشیم خود ما متجاوز میشیم، خود ما هم به دیگران تجاوز میکنیم، تجاوز حقوقی میکنیم، تجاوز به اختیارات اونها، به مقدورات اونها، به امکانات اونها، که من مگه میگذارم که شما نماز نخونی؟ تو اگه پدرها رو نگاه بکنید که اگه تو خانه من زندگی میکنی نماز نمیخونی، برو از این خانه بیرون، اگه روزه نمیگیری برو از این خانه بیرون، اگه شنی نمیکنی چنان نکن، از اینجور حرفهایی که هیچ کدامش پایه عقلانی و پایه قرآنی نداره. اما چون ما مورد تجاوز قرار گرفتیم، هر کدام از ما چون زور شنیدیم و مورد زور قرار گرفتیم به دیگران زور میگیم و این زور رو در قالب مذهبی جنبه تقدس هم بهش میدیم. آقا این زنا کرده، حتما جمع بشیم و او رو کتک بزنیم. جامعه هم میپذیره. شما در همین کشور افغانستان میبینید که چند ماه پیش که حالا به هر دلیلی که تشخیص دادن که یک دختری کار خطا کرده، قرآن سوزانده یا نسازونده یا هر کاری کرده، ملا البته جای خود داره، ملا اصلا داستانش خیلی باید طولانی حرف بزنم، خسته هستم، حوصله ندارم، ولی مردم رو من مطرح میکنم در اینجا که مردم هم یک نوع ملا در ذهنشون وجود داره، ملای بدون عمامه، ملای بدون کلاه، که همین مردم هستن که رفتن فرخنده رو سنگسار کردن. چرا؟ چون هر کدام از این مردم احساس میکنند که وکیل خدا هستند، نه فقط اون ملای بی‌شرافت. این مردم احمق هم همون هستند که اینها هم تصور میکنند اینها وکیل خدا هستند و دارن وکالت خدا را انجام میدن، کار خیر انجام. چرا؟ چون مورد تجاوز عقیدتی قرار گرفتند و عقیده اینها مسموم شده، اینها بیماران روانی هستند که مورد تجاوز دینی قرار گرفتند و به دیگران هم تجاوز دینی میکنند، مورد تجاوز اجتماعی قرار گرفتن، به دیگران هم تجاوز اجتماعی میکنند. در این آیه قرآن اشاره میکند به اینکه قبول هدایت بر اساس وجود اختیار است و شخص می تواند که از اختیار خودش استفاده کند و بگوید من نمی خواهم هدایت بشوم، و شخص آزادی عقیده داره که هیچ دینی رو نپذیره و آزادی عقیده داره که به همه دینها در هر حدی که لازم هست توهین بکنه و تحقیر بکنه، و هیچ کس نبایستی که متعرض این افراد بشود مگر اینکه به موجب قانون توهین و تحریک اینها در جامعه انجام بشود که نظم و امنیت رو در اون جامعه به هم بریزه، مثل کار سلمان رشدی. اگر سلمان رشدی کاری که کرد در پاکستان 580 نفر انسان رو به کشتن نمیداد، یعنی مردم آمدن به خیابان با ارتش درگیر شدن، 580 نفر مردن، کشته شدن در دفاع از چیزی که فکر میکردن وکیل خدا هستند،
چرا؟ چون سلمان رشدی به همسر رسول اکرم توهین کرده بود در کتابش و از همسر پیامبر اسلام به عنوان یک زن بدکاره نام برده بود و این باعث عصبانیت مسلمانان اون قسمت از دنیا قرار گرفت و کار به جایی رسید که نزدیک به 600 نفر از این افراد برای حفظ عقیده خودشون کشته شدند. در این حالت قانون باید جلوی سلمان رشدی رو بگیرد. چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع به توهین به پیامبر مطرح نیست. موضوع این هست که مردم به کشتن داده شدند و مردم از بین رفتند. ما در مورد این آیه توضیحات بیشتری باید بدهیم. از اتاق فرمان اشاره میکنند که ما وقتمون به پایان رسیده. تصور میکنم که 4 ساعت دوم ما هم روی فیسبوک به پایان رسیده. کسانی که به این گونه مباحث علاقمندن، اونهایی که علاقمند نیستن میتوانند که رفع خستگی کنند، استراحت بکنند، به موسیقی های خوب گوش بدهند و فارغ بشوند از این صحبت ها. اما کسانی که عقیده به این کارها دارند و قرآن رو دوست دارند و میخواهند که نگرش دیگری رو هم به قرآن تأمل کنند، میتوانند که به فیسبوک بازگردند. ما دقایق کوتاهی روی فیسبوک به تاریکی میریم، برمیگردیم و دو مرتبه این برنامه رو ادامه میدیم. در فرستنده های دیگه ما رو خواهید دید. چند دقیقه دیگه روی فیسبوک هم ظاهر میشیم. با ما باشید. باز میگردیم. با شما خواهیم.